سلام به همه شما عزیزان دل، من سهیل شریفی هستم و میخوام تو این آموزش یه چنین افکتی که برای امضاهای دیجیتالی میتونید ازش استفاده بکنید و نام خودتون، نام پیجتون، نام مجموعه و گروه آموزشیتون و هر استایلی که دارید کار میکنید رو میتونید به شکل یک لایه ترانسپرنسی روی عکس‌ها و ویدیوهاتون بذارید که کارتون هم یه مقدار انیمیشنش بهتر باشه واسه یه پرزنت. خب بریم سراغ آموزشش. اگر میخواید پست اینستاگرامی بذارید، یه کامپوزیشن یک سایز باز کنید، مثلا 10x10x10. اگر نه در ابعاد واید اسکرین مثلا 19x20x80. حالا در این مثال ما میخواییم به شکل مربعی باشه تصویرمون، به خاطر همین 10x10x10 25 بریم و به اندازه 15 ثانیه میایم یه کامپوزیشن ایجاد میکنیم. حالا باید یک تکست انتخاب بکنیم. من اول فونتش رو فونت ساده تری میذارم که دوستان ببینن در گام نخست چه اتفاقی افتاده. حالا میریم یک فونت شکسته براش انتخاب میکنیم. خب حالا کافیه که یه مقداری سایز کارمون رو بزرگتر بکنیم، دوباره اون رو ریسنتر میکنیم که در مرکز کار قرار بگیره. یه سالید ایجاد میکنیم، میکام سایز و رنگش هم مشکی. چشم سالید رو آف میکنید، ابزار پنتولتون رو انتخاب میکنید. دقت کنید لایه تکس ما هنوز باید دیده باشه که این لایه پایینی ما تکس ما هست، اما لایه‌ای که انتخاب میکنیم همین سالیده هستش. حالا باید با حوصله بیاید و کل کارتون رو ماسک ایجاد بکنید. حالا من قسمت اول رو انجام میدم. دوستان اگه فونتی که انتخاب کردید حروف رو جدا جدا داشت، الان اینجا تقریبا همه حروف به هم وصله، یعنی شما با یک مرحله ماسک هم میتونید این رو تموم بکنید، اما بهتر این کارو نکنید. یعنی هر حرف رو باز جدا بکنید، با اینکه ما میتونیم در این مثال جداگانه هم انجام بدیم، چرا که مثلا الان اینجا اس تموم شد، ما میخوایم مثلا او رو از این نقطه شروع بکنه به رسم کردن، اما به اون شکل اگه ادامه بدیم، یعنی در ادامه این اگه بخوایم بیایم مثلا باید بیایم اینجا، بعد دوباره بیایم اینجا و اینجا و اینجا و اینجا که مثلا این او ساخته بشه، مشکلی که وجود داره اینه که این دقیقه میاد او رو از بالا دوباره برای ما رسم میکنه. اما اگر نخواستیم یه چنین چیزی بشه، همینجا ما کارمون رو با اس تموم میکنیم و دیگه الان میخوایم یک ماسک جدید درست بکنیم. دوباره یک بار دیگه لایه‌مون رو انتخاب میکنیم و از اول الان میریم یک ماسک جدید درست میکنیم. اینجا آیا ما میخوایم دوباره از بالا شروع بشه؟ میگیم نه، اصلا ما میخوایم از این سمت شروع بشه. این کارا رو یه مقدار حوصله به خرج بدین، باعث میشه که کار خودتون تمیزتر و بهتر در بیاد. دوستان گاهی میتونید ماسک رو به این شکل بیارید و در کنار پوینت قبلی رها بکنید، یعنی که میتونید ببندید. اما اگر بستید، مثل الان ما اینجا بستیم، حتما بعد برید تو تنظیمات ماسک ببینید. الان من این لایه وقتی فعال میکنم، این یه تیکه برای من پر شده، یعنی الان سولوش بکنم به این شکل شده. بعد حتما دابل ام بزنم، اون ماسکی که به این شکل بستیم اون رو حتما بذاری رو حالت نان، چون ما نمیخوایم اصلا ماسک اثر کنه، ما فقط این مسیر ماسک رو در این جور مثال ها میخوایم. خب این هم از این، دوستان حتما این کارو بکنن. اگر نمیخوان این دردسر بکشن، ماسک رو رها بکنن، یعنی پوینت آخر رو به اول وصل نکنن. خب بریم برای ادامه این کار. خب الان کار ماسک گذاری ما به پایان رسید و تمام تکستمون رو به این شیوه ما اومدیم ماسکینگ کردیم. الان ما این رو دیگه فعال میکنیم. خب الان ما اینجا یک سالید داریم که روی دقیقاً قسمت تکستش که میشده این تکست ما اومدیم ماسک ایجاد کردیم. خب حالا احتیاج به یه پلاگینی مثل استروک یا 3D استروک داریم. خب با هر دوی اینها شما میتونید این کار رو انجام بدید، هم استروک هم 3D استروک. خب پلاگین استروک درون خود افتر افکس است، اما پلاگین 3D استروک باید حتما زیر مجموعه رجنت رپ کد رو نصب کنید که به افتر افکس شما اضافه بشه. خب اینجا توی پث میای و ماسک 1 رو انتخاب میکنید. در واقع این افکت فقط رو ماسک 1 اعمال شده، میتونی بگی فقط رو ماسک 2، به این ور دقت کنید فقط رو ماسک 3، فقط رو ماسک 4. اما چیزی که ما میخوایم این نیست، ما میخوایم همه ماسک ها باشه. پس تیک اول ماسک رو میزنیم. اینجا استروک سکوئنشلی بسیار گزینه پرکاربردیه. اگر این تیک رو برداریم ببینید چه اتفاقی میفته. الان اینجا تنها کاری که باید بکنیم به این اندش ما کی فریم بدیم. خب این تیک رو برداشتیم، یه لحظه ببینید چه اتفاقی میفته. همه ماسکا با هم از نقطه ابتداشون شروع میشن تا نقطه انتهاش.
اینجا میریم، اصلا میزنیم این دیده نشه، همه این ماسکا با هم از ابتدا شروع میشن تا انتها. شاید دقیقا همینو میخواییم، اما اگه میخواییم به ترتیب از یک سمتی شروع بشه و به اون سمت تمام بشه، این میاد استروک سکوینشلی دقیقا از ماسک یک شروع میکنه، بعد از اینکه رسپ کرد میره رو دو، بعد رو سه، تا به پایان. نتیجهش میشه اینطوری. یعنی من این رو اندو که کی فریم میدم از صفر تا به صد، این طرح من به این شکل رسم میشه. خب پس ما اینجا یک کی فریم لازم داریم، توی حالا میگیم هلوش 3 ثانیه. کی فریم اولمون رو یه خوره میبریم جلوتر که اصلا ابتدای کار نباشه، مثلا از فریم 15 هم باشه. حالا بعد دوباره تایمینگش رو میتونیم ست بکنیم تا ثانیه سوم. خب این بشه 100. خب چیزی که مشخصه اینه که خب این الان خیلی اینطوری نافرمه و لبه های کار و اینا خیلی تره تمیز در نیومده، چون دقیقا اومده شکل ماسک ما رو رسم کرده. اگه اینو بزرگش کنیم یکم چی؟ با همون بیکیفیتی که جذاب نیست داره بزرگ میشه. اما اینجا هدف ما چیه؟ ما به اندازه ای میاییم این ضخامت رو زیاد میکنیم، یا همون براش سایزو، که زخامت تکس قبلی ما رو بپوشونه. و برای اینکه اینو درک بکنیم، این لایه رو یه بار دیگه میاریم بالا میذاریم، مثلا رنگش هم یک رنگ قرمزی انتخاب میکنیم، فعلا لمس بکنیم. باید براش سایز ما از این محدوده قرمز ما زده باشه بیرون. حالا ما خودمون قرمز انتخاب کردیم، شما ببینید که آیا واقعا درست انتخاب کردیم یا نه، تا جای اینو زیاد بکنید که قشنگ بزنه بیرون. اگر مثلا براش سایز من کم باشه، این خیلی خودش خوب نشون نمیده، یعنی ممکنه یه جایی از تکستتون بره زیر کار. تقریبا یه چنین عددی حالا دور بر 10 به نظر خوب میاد. یه سری جاها مثل این ای، اینی میتونید شما دوباره اینجا انتخاب بکنید، مثلا این ماسک ای رو ببینید، میتونید این ماسک ای رو یه مقداری ببینید، این قسمتش رو مثلا ما بیایم دکمه جی رو بزنیم، یه دونه اینجا رو دوباره درست بکنیم، ببینید قسمتایی که مقدار ایراد داره رو اینجا میتونیم ما به این شکل یه خورده بیاییم و درست بکنیم. البته راه آسونترش اینه که شما بیایی این براش سایز رو اونقدر زیاد بکنی، اما اگه از یه حدی هم زیادتر بکنی، میری تو کلمه های بعدی مقدار کارتون رو خراب میکنه. حالا ما سعیمون بر اینه که تا جایی که امکان داره خود ماسک اول ماسک درست و صحیح باشه، که زیاد احتیاج پیدا نکنیم بریم سراغ باقی ماجرا. اما یه سری حروف یا یک سری فونت ها به گونه ای هستش که هر کاری بکنی یه ورش باز میزنه بیرون دیگه، اونجور جا مجبورید براش سایزتون رو پس بعدش یکم بیارید و زیاد بکنید. دیگه به این تکست ما فعلا کاری نداریم، برمیگردیم رو همین کارمون. این تکست کاربردش چیه الان برای ما؟ ما الان میتونیم به نرم افزار بگیم استروک یا براش سایزی که زدی بیرون، الان اضافت اومده بیرون از اون حد قرمز زده بیرون، شما فقط اجازه داری در محدوده تکست خودتو به من نشون بدی. اینجاست که قابلیت آلفا مد میاد به دادمون میرسه. خب ببینید الان تکست ما بزرگ شده، یعنی براش سایز ما از اون تکست ما زد بیرون، اما وقتی آلفا مد کردم با خود تکست، فقط میاد تو محدوده تکست خودشو نشون میده. اون وقت ببینید چه اتفاقی میفته. الان دقیقاً رو سایز تکست این برای ما داره نشون داده میشه. بنش. خب حالا این کار بسیار کار خوب و شیکی میتونه باشه برای زمانهایی که شما میخواید یک امضای دیجیتالی برای کارهاتون پایین ویدیوتون داشته باشید. میتونم کی فریم هاش رو انتخاب بکنید، بیاید تو انیمیشن و در قسمت کی فریم اسیستنت اونو ایزی ایز بکنید و بعد در گراف ادیتور دکمه ویدیو بزنید دابل کلیک و این کامینگ رو اینجا میدید 100. خب به این شکل گراف ادیتور رو برمیداریم. دوستان ماجرای این کی فریم ها و گراف ادیتور خودش 64 دقیقه آموزش داره که توی دوره های وی آی پی مجموعه ما اینها هم تدریس شد. خب اگه دیدید خیلی ابتداش کند شده، اینجا میتونید یه مقدار اونو با انتها مچتر در بیارید که یه مقدار نمودار شما باعث نرمی حرکتتون هم بشه. ببینید اگر کارتون با بک مشکی باشه هیچ اشکالی نداره تا به این لحظه، وقتی که داریم پلاگین استروک استفاده میکنیم. خب اما حالا بیایم یه دونه عکس بذاریم زیر کارمون ببینیم چه شکلی میشه. خب عکسمون هم میایم و سیاه‌سفید میکنیم. ببینید الان عکس من اینجا هست، هم تکست من داره دیده میشه، هم اون نوشته میاد. من نمیخوام نوشته اول دیده بشه و بعد این
براش سایز من و پلاگین استروک بیاد اونو پر بکنه. اینجا در پلاگین استروک حتما باید بیاید روی پینت استایل اونو بذارید رو حالت آن ترانسپرنت که این اتفاق نیفته و دیگه اون قبلی رو بهتون نشون نده و به این شکل کارتون رو انجام میده. خب برای اینکه این کار رو ما کاستومایز دقیق تری روش داشته باشیم، من این عکسامو میبرم در این یه دونه کامپوزیشن اینجا میذارم. خب و حالا میام همین کامپوزیشنی که کار تکس ما رو انجام میداد و میارم در این کار. خب نتیجه رو ببینیم، عملا همون شده. اما الان من اینجا میتونم اسکیل بزنم، یه مقدار جای این رو کوچیک بکنم، اینو مثلا بیارم بذارم این قسمت. خب یه دونه هم وینیت به کار اضافه میکنیم. حالا وینیت هم چند مدله، من میخوام بدون پلاگین اینو انجام بدم براتون. یه دابل کلیک اینجا، اینورت دابل ام، فدرش رو زیاد میکنم. اینم وینیت دور کارم. ببینید تأثیرش رو. خب حالا افکت ما به این شکل شده. حالا بعضی جا حتما دیدین این کار چند رنگه انجام میشه، مثلا از یک رنگی شروع میشه و با یک رنگ دیگه تموم میشه. خب اینجا دیگه خیلی آسونه، بستگی داره که ما بخوایم رنگ اولمون یا آخرمون کدوم باشه. الان از این کار با نام هند رایتینگ یه دوپلیکیت میگیریم. زمان بندی رو ببینید دوستان، آلتو بگیرید پیج داون بزنید به اندازه یه فریم میبره جلو. سه فریم اینو من بردم. خب این بار میام از افکت فیل استفاده میکنم، میگم قرمز. حالا ببین چه اتفاقی میفته، یه دونه سفید میده یه دونه قرمز دنبالش. خب دوباره از همین دوپلیکیت میگیرم، آلتو میگیرم، یک دو سه، این بار رنگ قرمزشو میکنم آبی. خب دوپلیکیت میگیرم، یک دو سه. و این بار کلن افکتر عروش بر میدارم که همون سفیده بشه. حالا ببین چه اتفاقی میفته، یعنی از یه رنگی شروع میشه تا به یه رنگی، یعنی از سفید شروع میشه قرمز آبی رو میبینم و به این حالت. خب اینجا هم خیلی راحت شما میتونید آبی و قرمزی که من دادم و بیا تغییر بدید به هر رنگی که دوست دارید و به این شکل کارتون رو انجام بدید. حالا میخواید رنگ های مثل بنفش، ببینید خب بنفش آبی، و برای قسمت آبی هم میتونید از یک رنگ دیگه هم استفاده کنید، یا مثلا روشنترش بکنید یا دارکترش بکنید، دیگه این به سلیقه خودتون. برای اینجور کارا بهتر از این پالتای رنگی استفاده کنید، تو ادوب کالر هم هستش و یه چنین کاری رو میتونید خودتون رسم بکنید. خب حالا یه حرکتی هم اینجا هست، ببینید این تکسه خیلی شارپ داره میره، مثلا این قسمت مربوط به رنگ سفید و بعد رنگ صورتی و بعد رنگ آبی، اینا خیلی داره شارپ میره. اگه بخوایم این میزان شارپ نره باید چیکار بکنیم؟ اینجا ما میتونیم از افکتی استفاده کنیم، حالا ما آبی رو انتخاب کردیم به نام CC Force Motion Blur. اینی که اعمال میکنیم، ببینید دوستان الان رنگ آبی رو ببینید دیگه کشیده شد تو کل کار. حالا اگر این شات رنگل شما زیاد بکنید میبینید که این کشیدگی بیشتر میشه، اما پله پله هم داره اینجا بهتون نشون میده. برای از بین بردن این پله پله باید تعداد سمپل زیاد بکنید. این پروسه باعث میشه که زمان زیادتری ببره رندرش. حالا من اینو میذارم روی 100، اینم میذارم روی 360. خب نتیجه رو با هم ببینید. ببین خیلی مرتب اومده و اینجا آروم محو شده. خب اینو میخوام برای رنگ های دیگه هم من داشته باشم و تا به این نقطه. خب این حرکت باعث میشه که رنگ ها الان اونقدر تو همدیگه و با اون شفافیت اولیه نباشه، یعنی از یه جایی که شروع میشه اون شفافیت خیلی شارپ نباشه. اما این کار باعث میشه که پردازش شما هم سنگین تر بشه. حالا من یه پریویو میگیرم با هم ببینید. الان اون رنگ ها هم دیگه داره به این شکل محفتر خودش نشون میده. البته دوستان میتوننم از این چند رنگ ها استفاده نکنم، من خودم به عمد دادم که بدونید که این تیپ کارایی هم که میبینید ماجراش به چه شکله. خب حالا ما این کارو چطور میتونیم رندر بگیریم واسه ویدیوهامون؟ دو راه داره، یا اینکه هر بار بیایید توی افتر افکس و اینجا حالا من اومدم این عکسو گذاشتم شما ویدیوتون رو بذارید و حالا ویدیوتون 30 ثانیه است 10 ثانیه است 1 دقیقه است و بیاید رندر بگیرید،
این دو تا رو باید حذف بکنم و فقط همون محدوده مربوط به تکست من رو بهتون نشون بده. دقتم کنید که حتما این دکمه تگل ترانسپرنسی گرید فعال بشه که ببینید کارتون آیا واقعا به شکل بدون بک‌گراند هست یا ترانسپرنسی و آلفا هست یا نه. خب حالا این کار رو میتونید ببرید توی این که میگم راه دومه و به صفحه رندر بندازید. اینجا تو قسمت آوتپوت مدل اینجا میتونید شما از پریست های موجودتون استفاده بکنید. خب من پلاگین افتر کودکس رو هم رو وبسایتم هم گذاشتم هم رو کانال تلگرامم، بچه ها میتونن اونجا نصب بکنن. حالا من اینجا پریست ساختم که از نوع افتر کودکس و آلفا، فقط کافی که انتخاب بکنم و یه اسمی بدم و رندر، اینقدر کار منو سبک و سریع میکنه. اما اگر این افزونه رو نداشته باشین اینجا رو اون لوسلس کلیک بکنید و در قسمت بعد رو خود واژه لوسلس هم بزنید که فرمت ها براتون باز بشه. اینجا بیاید کویک تایم رو انتخاب بکنید، چنل حتما RGB به اضافه آلفا رو انتخاب بکنید. اینجا فرمت آپشن رو خود انیمیشن باشه. با این کارم شما همون نتیجه رو میگیرید. اینجا یه دونه اسمش میدید در یک مسیری و بعد میزنید و رندر. خب این پروسه براتون رندر گرفته میشه. الان یه بارم این فایل رندر شده رو دوباره میاریم تو افتر افکتس، یه دونه مروش کامپوزیشن میسازیم. ببینید حتما این دکمه تایل ترانسپرنسی گرید روشن باشه، ببینیم که بله الان به همون شیوهی که ما میخواییم هستش و دیگه لازم نیست شما هر بار این پروسه رو بیایید و انجام بدید. میتونید الان یه عکس بذارید زیرش و تو رندرهای بعدی هم ازش استفاده بکنید. خب امیدوارم که دوستان این آموزش بهتون کمک کرده باشه که کلن درک بکنید ماجرا چیه و چطور میتونیم از این افکت برای بهتر شدن کارامون یا خاص‌تر شدن پست‌هامون و مطالبمون، مخصوصا بچه‌ای که دارن تولید محتوا میکنن، استفاده بکنن. من سهیل شریفی هستم، امیدوارم که این آموزش مورد نظرتون قرار گرفته باشه. هر لحظه از روز شب که داشتید آموزش میدید اون لحظتون شاد و خوش باشه. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.